ندیم. خب سلام، امیدوارم که تا اینجا از ویدیو لذت برده باشین. آدم میخواد هر کار جدیدی رو که شروع بکنه، مغز انسان به طور غریزی این قضیه رو به تعویق میخواد بندازه تا احساس رضایت مقطعی رو با آدم القا بکنه. یه کار جدیدی رو که میخواین شروع کنین، پیش خودتون میگی خب من میخوام مثلا برم باشگاه، خب از شنبه، خب از مثلا بعد ماه رمضان. نظر من شروع سال جدید بهترین مقطع میتونه باشه واسه شروع هر کاری که شما تا الان به تعویق انداختین. من یه دفتر آماده کردم. من خودم چون آدمی ام که همیشه به تعویق میندازم کارامو و خیلی بده، چون شما کاری که مثلا ساعت 2 ظهر یا 3 ظهر میخوای انجام بدی و تموم بشه و از ذهنت پاک بشه، شما تا 10 شب 11 شب کشش میدی و این مدت توی ذهنت این قضیه هست و باعث میشه که ذهن شلوغ باشه، ذهن خسته باشه و انسان احساس کلافگی بکنه. شروع سال جدید رو انتخاب میکنیم واسه انجام کاری که تا الان به تعویق انداختیم. کاری که میخوام تو سال 1403، حالا هم یه سری اهدافه هم یه سری کارهای نکرده است که شاید من تو کل 1402 به فکر این کارا بودم که الان انجام بدم، امروز انجام بدم و ندادم. قبل اینکه بخوام لیست کارامو بنویسم، یه نکته دیگه بهتون بگم. خب آدم وقتی خودش رو بررسی میکنه پیش خودش، به سری ارورا، به سری مثلا خطوط قرمز، به سری باگا تو ذهنش میرسه. سعی کنید تو سال جدید اینا رو کنار بذارید. هر چیزی که تو ذهن خودتون منفی هست نسبت به خودتون رو کنار بذارید و سعی کنید یه تغییری توش به وجود بیارید. من خودم پشت گوش انداختن که خیلی دارم تاکید میکنم تو 1402 خیلی رو مخم بود، واقعا میخوام سال جدید کنار بذارم و در لحظه هر چیزی که به ذهنم رسید عملیش کنم و دیگه راحت بشم. خب بریم که لیست رو اوکی بکنیم. شماره 1 لیست من برمیگرده به این قضیه که من اول سال پیش، اول 1402 رفتم خون دادم و شماره موبایل منو گرفتم و تا این لحظه که 6 فروردین 1403 هستش، شاید بهتون بگم 10 بار به من پیامک دادن که آقا بیا خون بده، نیاز فوری به گروه خونی شما داریم و من دوست داشتم برم ولی نرفتم. پس در صدر لیست این قضیه رو قرار میدیم که اهدای خون. کار دومی که میخوام واقعا انجام بدم و خیلی مدت مدیدیه که پشت گوش دارم میندازم، همین کار SMS بانک و نرم افزار بانکیمه که چون گوشی ما عوض کردم توی این گوشی جدیدم غیر فعاله و من هر کار بانکی که دارم، حالا قبض میخوام پرداخت کنم، کارت به کارت کنم، قسطی پرداخت بکنم، باید دوباره رجوع کنم به اون گوشی و این خیلی بده. میخوام تمام کارامو دیگه از این بعد با همین تک گوشی انجام بدم. پس شماره 2 لیستمون میشه دلش نمیاد اوکی کردن اپ بانکی.
شماره 3 لیستمون به نظر من باید جا داده بشه به حس آدمای منفی زندگی. هر کسی که به هر طریقی چه مغز شما رو درگیر میکنه، چه قلب شما رو درگیر میکنه و خدشه‌ای به هر کدوم از اینا وارد میکنه رو به نظر من باید کلن از زندگی پاک بکنید. هر چقدر اون آدم صمیمی، هر چقدر اثرگذار توی زندگیتون، هیچ کسی ارزش نداره این که بخواد شما رو ناراحت بکنه. پس تو سال جدید این قول رو به خودمون بدیم که حذف کنیم تمام این آدم ها رو و بهشون اجازه ندیم که بیشتر از این روی زندگی ما اثرگذار باشن. پس شماره 3 لیستمون میشه حذف آدم های یه سری پلن دارم برای پیج یوتیوبم که میخوام خیلی بیشتر برسم بهش. یه برنامه‌ریزی خیلی سالانه و اوکی میخوام انجام بدم واسه پیج یوتیوبم که این میشه شماره 4 لیستمون. خیلی بیشتر میخوام بهش بقا بدم و واقعا میخوام تو سال جدید، آخر سال جدید، حالا یکم زیاده رویه ولی واقعا دوست دارم 50K سابسکرایبر داشته باشم. پس تارگت گذاری میکنیم، تارگت شماره 4مون رسیدم به 50K سابسکرایب. یکی دیگه از کارهایی که همیشه رو مخ من بوده و من همیشه به تعویق انداختم، درست کردن دندونام بوده. حالا دندونام خدا رو شکر مشکلی نداره، نه دردی دارم، نه تا الان بزنم به تخته که نیست، گوش شیطون کر، تا حالا عصب کشی دندونم انجام ندادم. ولی خب بالاخره میگن هر 6 ماه یه سال باید یه چکاپ بکنی. من یه چند وقتیه که میخوام برم و هی نمیرم، ولی دیگه توی سال جدید و همین ماهای اول، شاید تو همین فروردین یا اردیبهشت، بخوام و برم دندونام اوکی بکنم. کل کارش هم یه عکس گرفتن و یه رفتن به مثلا مطب دکتر که توی سال جدید میخوایم این رو انجام بدیم. پس چکاپ کردن دندان ها. شماره 6 لیست تارگت و اهدافمون به نظر من اختصاص پیدا بکنه به یک سفر خارجی. تا حالا نرفتم و پاسپورتم دارم، پارسال گرفتیم، ولی خب حیفه که به نظر من همونجوری سفید بمونه. و سال پیش هم کلا خیلی درگیره یه سری خریده و یه سری کارهای دیگه بودیم و فرصت نکردیم که سفر خارجی بریم. پس شماره 6 لیستمون رو اختصاص میدیم به رفتن به سفر خارجی. شماره 7 اهدافمون رو اختصاص بدیم به زندگی سالم، به ورزش کردن، به سالم غذا خوردن، سالم زیستن. خیلی میتونه کمک بکنه به آدم، چه جسمی چه روحی، که شما انرژی و انگیزه کافی واسه رسیدن به بقیه اهدافتون رو داشته باشین. پس شماره 7 رو اختصاص میدیم به زندگی سالم. 1402 کلن سالی بود که خیلی ما درگیر کار بودیم، خیلی درگیر کارهای به نظر خودم اصلا اونجوری که باید ما زندگی نکردیم. سال جدید رو میخوام خیلی بیشتر اختصاص بدم به این که بیشتر تفریح بکنم، بیشتر زندگی بکنم. پس شماره 8 لیست اهداف و تارگتمون میشه شاد زندگی کردن. شماره 9 رو میخوام اختصاص بدم به این قضیه که تلاش کنم واسه رسیدن به خواسته هام. تلاش والا میکنم، یعنی هر کی که توی زندگی منه و منو از نزدیکتر میشناسه، شما خودتونم حالا از نزدیک نشناسی بری کلیپای منو ببینی، کلیپای شورت منو به خصوص، میبینی که من خیلی کار میکنم، یعنی اورژانس کلینیک کلینیک اورژانس اورژانس کلینیک، تلاش. آخرین تارگتمون رو اختصاص میدیم به خرید ماشین. من این دو تا ماشین داشتم ولی خب دادم رفت، حالا بابت این سری کارا که گفتنی نیست، و مجدد تلاش میکنیم، همت میکنیم و مجدد من باید امسال سال 1403 دوباره یک ماشین بخرم. خب این اولین ویدیو سال 1403 هست، امیدوارم که دوست داشته باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. رسیدم به یکی از اهداف من توی سال 1403 مرهون حمایت‌های شماست و این لطف رو در حق من بکنید. امیدوارم که سال خوبی داشته باشین، سالی پر از شادی، پر از سلامتی، و لیست اهدافتون رو تیک بزنید همیشه و زندگیتون پر از پول و حس خوب باشه. و همین دیگه، دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.